خدا رو شکر برای روح القدس که امروز درس حکمت رو توسط کشیش رسول به ما داد. خدا رو شکر برای مسیح. حقیقتاً اگه 40 سال پیش حکمت داشتیم، توی ماه دنبال تصویر آقای خمینی نبودیم. صحبت‌های من زیاده ولی باید خیلی مختصرش بکنم چون زمان کمه. خلاصه میکنم. میخوام یه سوال خیلی آسون ازتون بکنم ولی جوابش خیلی مهمه. خواهش میکنم که یه لحظه به سوال فکر بکنی و اگه جواب مثبت داشتین دستتون رو ببرین بالا. اگرم جوابتون مثبت نبود هیچ اشکالی نداره، ولی خواهشم اینه دوباره که روش فکر بکنین، چون جوابتون براتون یه مسئولیتی میاره. آیا حاضر به تغییر رژیم در ایران هستید؟ آیا به این جواب خوب فکر کردید؟ جواب زده نشید؟ یعنی حقیقتاً میخواین که رژیم تغییر بکنه؟ خدا رو شکر برای وجود همتون. ولی فکر کردین که الان توی این جمع من دیدم بلا استثنا همه دست رفت بالا. مطمئنم که این سوال امروز در هر جامعه ایرانی که بکنیم، چه داخل ایران چه خارج از ایران، چیزی حدود 90-95% جواب مثبت میدن. و یه نکته ای که میخوام بهش توجه بکنین اینه که این جواب مثبت شما یه حاشیه‌ای داره. شما با این جواب مثبتتون حداقل دو مورد رو بهش اعتراف کردی. اول اعتراف کردین که مخالف جمهوری اسلامی هستی. غیر از اینه؟ دوم، وقتی شما مخالف جمهوری اسلامی هستین یعنی دارین کار سیاسی میکنین. همه تون سیاسی هستی. دیگه نمیتونین بگین که نه من مسیحیم. مسیحی‌ها که نباید کار سیاسی بکنن. نه، مسیحی‌ها هم کار سیاسی میکنن. مسیحی‌ها از دولتی تبعیت میکنن که اون دولت خدمتگزار مردم باشه. ولی چرا وقتی توی همین جمع ما همه میخوان که رژیم تغییر بکنه و سرنگون بشه چرا نمیشه؟ بیاین خیلی مختصر یه بررسی کوچیکی بکنیم. فرض بکنین که تک تک شما ها که اینجا نشستین نماینده ای از اپوزیسیون هستی. خب اپوزیسیون شاخه‌های مختلفی داره. ما فرض رو بر این می‌ذاریم که هر کدوم از شما یکی از نماینده هستی. یک هدف مشترک دارید. تغییر رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی. این هدف مشترکه ولی راهاتون مختلفه. هر کدوم راه خودتون رو داری. به خاطر همینه که 40 سال اپوزیسیون به نتیجه نرسیده. گذشته از این که جمهوری اسلامی با ترفندهای خودش در تموم گروه ها، چه اونایی که طرفدار پادشاهی هستن، اونایی که طرفدار نظام جمهوری هستن، هر کدومشون رو به صورت موازی جمهوری اسلامی براشون شبیه سازی کرده و اونا دارن تخریب خودشون رو انجام میدن. حالا ببینید توی جمع ما همه هم نظریم ولی راه های مختلف رو داریم. تا این راه‌ها به هم نرسه هیچ اتفاقی نمی‌افته. این پازل سرنگونی، این پازل باید تکمیل بشه. وقتی پازل تکمیل شد سرنگونی صورت می‌گیره و در این پازل سرنگونی من و شما یکی از اون قطعه‌های کوچیک همون پازل هستیم. باید جای خودمون رو پیدا بکنیم. در جای خودمون قرار بگیریم تا سرنگونی صورت بگیره. برای اینکه توی این جمع که هدف مشترکه ولی راه‌ها مختلفه ما بتونیم یه ائتلافی به وجود بیاریم، آیا فکر نمی‌کنین بهتره که مثلا 10 نفر رو انتخاب بکنیم نماینده این جمعیت ما بشن و آرای ما را، راه‌های ما را به هم نزدیک بکنن تا به یک راه واحد و مشترک برسیم و به اون صورت ما میتونیم به اون هدف سرنگونی برسیم. خود به خود انجام میشه.
اجازه بدین من یه نگاهی به مطالبم بکنم، نمیخوام چیزی از قلم بیفته ولی باید همه رو تونداتون بهتون بگم. ببینین برای اینکه این پازل سرنگونی رو ما بتونیم تکمیلش بکنیم باید جای خودمون رو پیدا بکنیم. ما یه نقشی داریم، خداوند هم نقش داره. ما دعا میکنیم ولی باید عمل هم داشته باشیم. به آیات اشاره میکنم، همونطور که پنجشنبه شب گفتم الانم گذرا ازش رد میشم. یوحنا باب 6 آیه 1 تا 10، معجزه شراب که اولی معجزه خداوند بود به چه صورت انجام گیره؟ اومدن گفتن که شراب تمام شده، شراب نیست. خداوند گفتش که برین هر چقدر خمره هست اونا رو از آب پر کنی. 6 تا خمره خالی بود، اونا رو از آب پر کردن و خداوند معجزه کرد و اونا تبدیل به شراب شد. آیا موقعی که کتاب مقدس رو میخونین به قسمتایی که میرسین سوال طرح نمیکنی؟ اگه نمیکنین اشتباهه. سوال طرح بکنین. الان من یه سوال طرح میکنم. چرا خداوند خودش اون خمره ها رو از آب پر نکرد؟ مگه نمیتونست؟ میتونست، ولی چرا نکرد؟ برای اینکه میخواست اون جمعیت هم سهم خودشون رو انجام بدن. سهم اونا این بود که خمره ها رو از آب پر بکنن، سهم خداوند هم این بود که معجزه بکنه و معجزه کرد. در مرقس باب 6 آیه 35 خداوند به 5000، بیش از 5000 نفر غذا میده. ولی چی میگه؟ میگه چی دارید؟ میگن ما 5 تا نون داریم، 2 تا ماهی. 5 تا نون 2 تا ماهی رو میگیره، برکتش میده، بیش از 5000 نفر غذا میخورن، آخر سرم 12 سبد اضافه میفته. سوال کنید، خداوندی که 40 سال در بیابان قوم یهود را غذا داد، محتاج اون 5 تا نون و 2 تا ماهی بود؟ نه، سهم اونا رو میخواست. امروز برای مسئله ایران خداوند سهم ما رو میخواد. من یه ویدئویی تهیه کردم که به شما توی اون ویدئو نشون میدم که سهمی که ما داریم چی هستش و باید حقیقتاً این کار رو انجام بدیم. فرصت هست من میخوام یه اشاره کوتاهی هم بکنم به ارمیا 49. در ارمیا 49 خداوند میگه که من ایلامیا رو پراکنده میکنم. دو تا نگرش به این مطلب هست، من خیلی کوتاه میگم. یه نگرش میگن که این اتفاق در سال 597 پیش از میلاد اتفاق افتاده و جنگی بوده بین بابل و قوم ایلام، نه سرزمین ایلام، قوم ایلام، و در اون جنگ ایلامیا شکست خورده. چیزی که اینجا باید بهش توجه بکنیم، ایلامیا در اون زمان به سرزمین‌های اطراف خودشون پراکنده شدن، به سرزمین‌های همسایه‌های خودشون رفتن. در ارمیا 49 میگه به همه جهان، میگه جایی نیست که هیچ امتی نیست که اونها پیششون نرفته باشن. یعنی اگه ما بخوایم بگیم که این مسئله مال اون زمانه و مال امروز نیست، باید به این نتیجه برسیم که در اون زمان اونا اگرم میخواستن امکان اینا نداشتن که برن استرالیا، برن آلاسکا، برن کانادا. امروزه که این واقعه رو ما داریم میبینیم. امروزه که اینها دارن به همه دنیا پراکنده میشن. اون بینش اولی که میخواد بگه این اتفاق در سال 597 افتاده، البته بعضی از معلمین اینطوری فکر میکنن. کتاب مقدس اگه کامل بهش دقت بکنین و به این نقطه‌ای که میگه همه جهان اینا پراکنده میشن، اینا باید رد بکنین و باید بدونین که امروز این قسمت ارمیا 49 حقیقتاً امید ما ایرانیاست و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه میخواد این امید را بگیره داره اون طرفو چیکار میکنه، بیشتر رواج میده. البته در کتاب اشعیا باب 22 آیه 6 به جنگ اشاره شده، همون جنگ که در سال 597 افتاده. من اگه فرصتی باشه میخوام جغرافیای اون زمانم براتون بخونم. یک لحظه. ببخشید من تند و تند صحبت میکنم چون وقت کمه. ببینید جغرافیای اون زمان چی بوده؟ جغرافیای ایلام. اولا ایلام وقتی ما میگیم، یه موقع منظورمون قوم ایلامه، یه موقع منظورمون سرزمین ایلامه. الان اینجا مثلا اگه من بگم ایران، خب در بین جمعیت ما آذری هم میتونیم داشته باشیم، نمیدونم حتما داریم،
ولی همون آذری ملیتش ایرانیه، ولی از قوم آذریه یا بلوچ هم میتونه. وقتی اطراف ایران رو نگاه بکنیم میبینیم قوم‌های مختلفی هستن که همه ملیت ایرانی دارن. ما وقتی میایم صحبت میکنیم از ایلام، منظورمون سرزمین ایلامه که در حدود 2300 سال پیش از میلاد توجه به دیدگاه کسی که آن را توصیف میکنند متغیر بوده. برای مثال بر اساس منابع میان رودان میتوان نقشه‌ای نسبتاً دقیق از ایلام در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد ترسیم کرد. ترسیم این نقشه را به ویژه مدیون جغرافیای سارگن اکتی هستیم که این یکی از پادشاهان باستان بوده که 2300 سال پیش زندگی میکرده. به نظر میرسد طبق تصویر میان رودانی ها در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد کشور ایلام تمامی فلات ایران را در بر می گرفت و از میان رودان تا دشت کویر و دشت لود و از دریای کاسپیان تا خلیج فارس گسترده بوده. توجه میکنین؟ تموم منطقه‌ای که امروز یه جورایی در مناقشه هست اون موقع کشور ایلام بوده و امروز تمرکز پیدا کرده به این ایرانی که ما هستیم و ارمیا 49 مال امروزه. امروزه که این گستردگی پراکندگی ایرانیان رو ما داریم در تموم دنیا میبینیم. خواهش میکنم پرویز جان اون ویدیو رو نشون بدین. در این ویدیو ما میبینیم که سهم ما توی این پازل چیه؟ ما چیکار باید انجام بدیم؟ ما به عنوان مسیحیا گفتم شما اشاره کردین که خواستار تغییر رژیم هستین. وقتی خواستار تغییر رژیم هستین نمیتونین برین عقب، نمیتونین فقط وایسین دعا بکنین. مثل اینه که شما یه گرسنه رو ببینین بایستین براش دعا بکنین که سیر بشه. آمین دعا بکنین، ولی یه ساندویچ هم $2 بخرین بدین دستش سیرش بکنین. امروز تک تک ما در مقابل ایران مسئولیت داریم که کاری انجام بدیم. راه رهایی ایران، سایت www.rrmiran.com. به این سایت وارد می شویم. راه رهایی مردم ایران، آگاهی و همبستگی ایرانیان بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی و تنها با ملیت ایرانی با هم متحد شویم. هدف ما برکناری رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی در ایران و فراهم ساختن یک مسیر روشن برای رسیدن به دموکراسی است. در این سایت که طراحی شده با قسمت‌های مختلف، ورود به سایت، تالار همه پرسی، کاندیداتوری، بخش کاربری. درود بر شما هموطنان گرامی. جهت ارتباط مستقیم با راه رهایی مردم ایران و معرفی کاندیداهای پیشنهادی خود برای تشکیل شورای رهبری تنها کافی است از طریق روش‌های زیر با ما تماس حاصل نمایید. ارتباط مستقیم از طریق همین وبسایت، ارتباط از طریق ایمیل آدرس rrmiranch@gmail.com، ارتباط از طریق واتس اپ با شماره 201-305-98-72-500، کانال رسمی در تلگرام به آدرس @rrmiranch. در قسمت کاندیداتوری
به این قسمت که وارد می شویم، شما ایرانی عزیز هم می توانین در راه رهایی مردم ایران برای انتخاب توسط ایرانیان جهان به عنوان نماینده مردم ایران خود را کاندیدا کنین و حتی اگر شخص یا اشخاصی را که برای نماینده شدن در این راه مردمی می شناسین به عنوان کاندیداهای مورد تایید خود معرفی نمایید. اگر شخص یا اشخاصی را می شناسین که مشمول کاندیدا شدن در راه رهایی مردم ایران است، جهت معرفی ایشان لطفاً از این بخش استفاده نمایید. معرفی کاندیداهای پیشنهادی. به این قسمت که وارد شویم، کاندیدا یا کاندیداهای پیشنهادی شما، مشخصات فردی شما، خواهشمند است بخش‌های مورد نظر را تکمیل نمایید. نکته مهم برای حفظ حریم خصوصی، مشخصات فردی شما به هیچ عنوان در هیچ کجا منتشر نخواهد شد. نام شما، ایمیل آدرس شما، مشخصات کاندیدا یا کاندیداهای پیشنهادی شما. خواهشمند است شخص یا اشخاص پیشنهادی خود را برای انتخاب در شورای رهبری به ما معرفی نمایید. کاندیدای شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 4، شماره 5، شماره 6، شماره 7، شماره 8، شماره 9 و شماره 10. می توانین از 1 تا 10 نفر را به عنوان کاندیدا معرفی نمایید. مشخصات کاندیدای خود را بنویسین و در نهایت ارسال لیست پیشنهادی را تاچ کنید. به امید پیروزی مردم ایران بر حکومت ستمگر جمهوری اسلامی. بدرود. این سیستم جوری طراحی شده که افرادی که معرفی میشن بعداً از بین اونها 10 یا 15 نفر انتخاب میشن که این ارتباط بین اپوزیسیون که هر کدوم راههای خودشونو دارن، این ارتباط برقرار بشه و یک راه مشخص انتخاب بکنن برای سرنگونی. و توی همین طور که نگاه کردین 10 نفر رو میتونیم انتخاب بکنیم. خواهش میکنم که شیخ رسول شما تشریف بیارین اینجا. من گناهکارم. من به عنوان این که مسائل رو از دید کتاب مقدس میبینم و میدونم که هر جا کتاب مقدس باشه مشکلات درصد زیادیش میره کنار. من اولین این فرمو پر کردم و اولین کاندیدای من کشیش رسول بوده و امیدوارم که ایشون این مسئولیت رو حقیقتاً قبول بکنم. تا این لحظه ایشون قبول نکرده. خواهش میکنم که ایشون قبول بکنن و شما هم این فرمو پر بکنین و به دوستان خودتونم ارائه بدین. عزیز مرسی 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 مرسی. با سپاس. لطفاً چراغای وسط روشن. سپاسگزارم. اولا بله من اطلاع دارم، ببخشید یه مقدار طولانی شد امروز از اون چیزی که انجام دادن. تشویقتون میکنم این کارو انجام بدید. من هنوز داوطلب نشدم نسبت به این موضوع، اما مشروط بر این که مایل هستید که یک شخص مسیحی، یک ایماندار بتواند به عنوان شخصی که رأی بده و از موقعیت‌های ایمانداران و مسیحیان در آینده دفاع کنه، خوب هست که شخص مسیحی باشه. برای این موضوع دارم دعا می‌کنم، ولی خدمت من خدمت به کلیسا هستش. خدمت من این هست که کلیساها در ایران به فیض خدا بنا کنیم. شاید در کنار اون لازم باشه که نام خداوندمون رو این گونه نیز جلال بدیم.